روزنامه هیرال چاپ نیوزلند از کشته شدن یک دختر شیعه افغانستانی توسط یک هندوی افراطی در نیوزلند خبر داد. این روزنامه در ادامه گزارش خود نوشت جامعه پناهندگان شیعه هزاره افغانستانی تبار مقیم نیوزلند همواره به دلیل ترس از مورد هدف قرار گرفتن از سوی سنی های تندرو در ترس و وحشت و نگرانی بودند. این گزارش افزود اما این بار یک دختر شیعه از این جامعه اقلیت به نام فرزانه یعقوبی توسط یک جوان 30 ساله هندوی افراطی به قتل رسیده و موجب افزایش ترس و نگرانی بیش از پیش این هزاره ها گردیده است. این جنایت روز دوشنبه گذشته رخ داد. خانم یعقوبی دانشجوی دانشکده حقوق دانشگاه آمریکایی در شهر اوکلند بود. این روزنامه در ادامه گزارش خود افزود اقلیت هزاره به دلیل وضعیت کشورشان و ترس از دست دادن جانشان از افغانستان فرار کرده و به نیوزلند پناه آوردند، اما متاسفانه این جنایت یک بار دیگر ترس را در دل آنان انداخت که در اینجا هم امنیت جانی ندارند. خانواده خانم یعقوبی در گفتگو با این روزنامه نیوزلندی اعلام کردند که دخترشان قصد داشته بعد از پایان تحصیلاتش سال آینده وکیل شود. او همچنین علاقه خاصی به سفر کردن به شهر مقدس کربلا و زیارت حرم مطهر امام حسین علیه السلام را داشته و قصد داشت در آینده نزدیک چنین سفری را انجام دهد. در همین حال اسدالله نظاری رئیس جمعیت هزاره های مقیم نیوزلند طی انتقاد شدید از وقوع این جنایت خواستار رسیدگی فوری به این پرونده شد. در همین راستا گفتگوی داشتم با مصطفی اکوند مدیر سازمان شیعه رایس باچ از واشنگتن و از ایشان پرسیدم از جزئیات این حادثه برامون بیشتر بگید و بفرمایید شیعه رایس باچ در این رابطه چه اقداماتی انجام میده. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و تمام بینندگان عزیز شبکه امام حسین علیه السلام. کشته شدن فرزانه یعقوبی قلب تمام جامعه هزاره افغان و اشخاصی که در کشورهای مختلف پناهنده هستن رو درد آورده، چون یک درد مشترکی رو دوباره یادآوری کردند. عزیزان هزاره ما از افغانستان، پاکستان، هند که زندگی میکردن فرار کردند به خاطر تعصبی که در اون کشور وجود بوده، به خاطر ظلم و ستمی که بر هزاره ها بوده در اون کشورها فرار کردن و به کشورهای اروپایی و آمریکایی مهاجرت کردن. دلیل اصلی این مهاجرت این بوده که بتونن هم از ظلم فرار بکنن و هم تمام سعیشون رو بکنن که جامعه اروپایی و آمریکایی بیشتر با هزارها آشنا بشن و بیشتر این عزیزان بتونن بر گسترش و هماهنگ کردن این دو کالچر و این دو فرهنگ بتونن زندگی خوبی رو داشته باشن و سطح زندگی خودشون رو هم ببرن بالا. به خاطر همین میبینیم که بسیاری از عزیزان هزاره ما به تحصیل پرداختن و به درجات عالی رسیدن در کشورهای مختلف. فرزان دانشجوی حقوق در نیوزلند بوده و تمام سعیش این بوده که خانوادهش رو به سطح بالاتری ببره و سعی بکنه که بتونه به جامعه هم کمک بکنه. این شخصی رو که دستگیر کردن یک شخصی است که تابعیت هند رو داره. دولت الان در حال حاضر در حال بررسی هست که آیا این شخص، حمله این شخص به خاطر این بوده که فرزانه یک جزو جامعه هزاره بوده یا اینکه به خاطر اینکه پناهنده‌ای بوده که در اون کشور وجود بوده به خاطر همین کشته شده. عزیزان هزاره ما و پناهندگان دیگه که از کشورهای شرق اوسط یا میدل ایست فرار کردند، اینها همشون زیر ظلم و ستم بودن در کشورهاشون. وقتی پناهنده شدن مواجه میشن با اشخاصی در کشورهای مختلف با پناهندگان مخالف هستن و در این حال با اشخاصی که به دلایل مختلفی مثل این عزیزان پناهنده شدن، حالا یا کار خلافی رو انجام دادن یا
برای فرصت زندگی بهتری وارد شدن، نمیتونن ببینن که عزیزان هزاره ما پیشرفت کرده باشن و به درجات بالای علمی و تحصیلی و مالی رسیده باشن. به خاطر همین این حمله ها وجود داره در کشورهای مختلف متاسفانه این جامعه، و این عزیزان هزاره ما هر یک مدت یک بار باید این خاطره براشون زنده بشه و امیدواریم که دولت نیوزیلند تمام سعیش رو بکنه و ما هم در ماسشی رئیس باش تمام سعیمون رو میکنیم که با دولت نیوزیلند هماهنگ باشیم، مثل قبل که حمله انجام شد در نیوزیلند و کشورهای مختلف دیگه، که بتونیم حداقل اگر نمیتونیم کاملا این ظلم و ستم رو کم بکنیم یا وایسونیم، اقلا بتونیم تمام سعیمون رو بکنیم که هر چقدر میتونیم این ظلم و ستم نسبت به عزیزان شیعه ما و عزیزان خصوص عزیزان هزاره ما کمتر بشه.